اشتراک بذارم. نمیدونید چقدر حس خوبی دارم که بازم اینجا خیلی خوشحالم و اقامتم رو دوباره تمدید کردم و بازم کنار شما هستم و واقعا از این که توی این کشور زیبا زندگی میکنم و اینجا رو برای زندگی انتخاب کردم خیلی خوشحالم، چون حس حال اینجا خیلی خوبه، یعنی حس حال زندگی تو دوما واقعا خیلی جذابه و زندگی با کنار این مردم های مهربون با این همه انرژی و آرامش واقعا یه دنیای دیگه است. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما برای سفر یا زندگی اگه این لوکیشن انتخاب میکنید حتما بیاید و این تجربه که من داشتم و شما از نزدیک حس کنید تا متوجه بشین که من چی میگم. بخوام از تجربه زندگی خودم توی این کشور زیبا بگم اینه که واقعا زندگی در جریان، مردم خیلی آرومن، خیلی حس خوبی بهت میدن، برخورد مردم به شدت با خارجی ها خوبه، یعنی اصلا چجوری بهتون بگم نژاد پرستی اصلا توشون نیست و همین باعث میشه که حس خیلی خوبی داشته باشی. بخوایم از چالش های زندگی تو این کشور زیبا بگیم این که خب 4 فصل سال هوا گرمه و این یه چیز طبیعیه که خب بالاخره تو خط استوا هستیم و به تب باید هوا گرم باشه، اما گرما گرمایی که مثلا مثل دبی باشه یا مثلا جاهایی که خیلی گرمه دما مثلا به 40-50 درجه میرسه نیست، یعنی همیشه مثلا دما نهایت 32 درجه است و تا 24 درجه میاد پایین. حالا بعضی جزیره ها مثلا ممکنه که خیلی کمتر هم بشه ولی کلن دما بین 24 تا 32 درجه متغیره. یه چالش دیگه هم که داره خب به خاطر اینکه تو شهرهای بزرگش خیلی تراکم جمعیت زیاده، ممکنه که مثلا شما با ترافیک مواجه بشین و این یه مقدار آزاردهنده باشه که خب اینم تو همه دنیا تو جاهایی که مثلا خیلی جمعیت زیاده و شلوغه شما این مشکل رو دارید. یکی از چالش هایی دیگه هم که داره چالش زبانه. البته من تا یه حدی یاد گرفتم ولی چون خودم خب زبان انگلیسی رو بلدم و یه زبان ترکی استانبولی با چند تا زبان قاطی میکنم، البته به نظرم من زیاد سخت نیست ولی یک مقدار زبان متفاوتی دارن و ممکنه که این یادگیری زبان کنار زبان‌های دیگه یک مقدار چالش برانگیز باشه، اما من تصمیم گرفتم که کامل یاد بگیرم. یه نکته خیلی جالبم این که با این که اینجا همیشه هوا گرمه ولی اینجا برعکس جاهای دیگه بهار و تابستون هوا خنک‌تره، مثلا دما همش 23-24 درجه است، خیلی خوبه و باد خنک میاد، ولی برعکس رو به پاییز که میره چون بارندگی بیشتر میشه دما میره بالاتر، انگار مثلا شما احساس گرمای بیشتری میکنی. البته الان ما اوایل پاییزیم، هوا خوبه، بارندگی هم هست، اما اونقدری هنوز گرم نشده، ولی تو زمستونا بارونای خیلی شدید میاد طوری که دیگه مثلا دیگه مناسب این نیستش که شما مثلا بیایید سفر، مگر این که دیگه با این شرایط اوکی باشید و بیایید و از هوا لذت ببرید. خب بهترین فصل برای اینکه بیاید به نظر من بهار و تابستونه، چون اینجوری میتونید کلی جزیره های اینجا رو بگردید، کلی جاهای دیدنی و بازی های آبیشون رو برین، ولی خب پاییز و زمستون چون بارندگی بیشتره ممکنه که مثلا این فرصت رو راحت نتونید به دست بیارید که از همه چی استفاده بکنید. پس بهتون پیشنهاد میکنم که بهار و تابستون رو برای اومدن به اندونزی انتخاب کنید و یا اوایل پاییز. اوایل پاییز هم به نظر من باز به نسبت بارون کمتره، اما زمستون بارون خیلی شدید میشه. خب دیگه کم کم با هم دیگه بریم که کیک رو بگیریم. میخوام یک کیک کوچولو بگیرم صرفا برای اینکه این روز رو با هم دیگه بتونیم جشن بگیریم و واقعا از ته قلبم میگم که از اینکه این کشور رو انتخاب کردم خیلی راضیم. این صرفا به خاطر که اینجا زندگی میکنم الان نیستش و اگه مثلا بد بود من اقامتم رو تمدید نمیکردم، ولی خب دیگه اون چالش هایی که گفتم و داره دیگه که اونو ممکنه شما به هر کشوری که مهاجرت بکنید یه سری چالش ها رو داشته باشید، ولی مهم اینه که شما وقتی که میاد کشور اندونزی زبونشون رو یاد بگیرید، چون که باعث میشه که با مردم محلی ارتباط خیلی خوبی پیدا بکنید و این
احساس خیلی خوبی به شما میده و خب خیلی از کارها رو دیگه خودتون راحت میتونید انجام بدید و واقعا یادگیری زبون محلی اینجا خیلی مهمه. و یه نکته دیگه هم این که آرامش اینجا به نظر من اصلا قابل مقایسه نیست و شما دورتون کلی جزیره است که میتونید برید بگردید و لذت ببرید و من برنامه‌ام اینه که تمام جزایر اینجا رو سر فرصت بگردم و شما رو هم با خودم ببرم تا زیبایی اندونزی رو بیشتر ببینید و واقعا متوجه بشید که چقدر این کشور زیباست. ازتون میخوام که حتما کانال منو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید و از اینکه کنار من هستید خیلی ممنونم و ازتون میخوام که حتما تو کامنت ها پایین نظراتتون رو بنویسین چون برام خیلی با ارزشن و تک تکشون رو میخونم و جواب میدم. باز هم ممنون. بریم برای ادامه ولاگ. گرفتم یکی که اینجوری بگیرم. از مردمش بتونم حس خوبی بگیرم، بتونم باشون ارتباط برقرار کنم.
با توجه به تجربیاتی که یکی از عزیزان ما اینجا داشتن و به ما گفتن که خب این لوکیشن با رویه شما سازگاره و شما میتونید اینجا راحت زندگی بکنید، من تصمیم گرفتم که اینجا رو انتخاب کنم و الان هم میگم که خیلی راضیم، وارد سال دوم زندگیم دارم میشم توی کشور اندونزی. من اکتبر سال پیش وارد کشور اندونزی شدم و اصلا نمیدونستم که این کشور چجوریه و اصلا نه با فرهنگش آشنا بودم، نه با مردمش آشنا بودم، نه با آب و هواش، نه با اصلا هیچی، با هیچی من آشنا نبودم و نمیدونستم که چی میخواد بشه، ولی انقدر اینجا ارتباطات صمیمی و خوب بود، انقدر مردم با هم خوب رفتار کردن، انقدر خوشحال بودم که فرهنگ اینجا رو یاد بگیرم که باعث شد که بمونم و ادامه بدم. خیلی حس جالبیه، دارم کیک جشن اولین سالگرد اقامتم تو کشور زیبا رو می‌خورم با امید روزی که کلی با هم دیگه موفقیت‌های من رو توی کشور جشن می‌گیریم و با امید 100,000 تایی شدن کانال یوتیوبمون، 100,000 تا بشیم، یک میلیون بشیم و بریم بالا و بالاتر. مطمئنم که کنار شما من به تمام خواسته ها میرسم، برای اینکه این حس و انرژی خوبی که شما به من میدین باعث میشه که من بتونم انرژی بیشتری برای تولید محتوا داشته باشم. ببین که